این چند نکته مهم امنیتی رو خواستم خدمتتون عرض بکنم. در رابطه با نیروهای سرکوبی که شما در کف خیابون‌ها می‌بینید با مردم حق‌طلب دارن مبارزه می‌کنن، مهمترین اصل دو بخشه، یکی لباس شخصی‌ها و دو سیستم موتورسوار. دو عنصر حیاتی در تیم موتورسواران سرکوب وجود داره، یک سرتیم موتورسواران و دو یک خودروی لندکروزی که همیشه لندکروز اتاقدار که همیشه تجهیزات نظامی این موتورسوارا را براشون حمل میکنه، از جمله بنزین، باتوم، اسلحه، مهمات. تماما در هر تیمی از موتورسوارها شما حداقل یک لندکروز مشکی میبینید. بسیاری از نیروها رو شما میدونید ریزش کردن، چه در بدنه یگان ویژه یا نیروهای سرکوب، چه در بدنه سپاه، بدنه بسیج. خیلی ها ریزش کردن و به سمت مردم اومدن و اطلاعاتی که به ما داره داده میشه از نیروهای سرکوب این هستش که اگر براندازان کف خیابون بتونن این خودروی لندکروز رو زمینگیرش بکنن، با هر سیستمی لاستیک‌های این لندکروز رو آتیش بزنن و سرکوبش کنن، همونجا به خوابه، موتور سوارها به هیچ وجه دیگه حرکت نخواهند کرد. در هر تیم موتور سوار یک سرپرست یا فرمانده میدان دارن که در زمان حرکت 99% مواقع در زمان حرکت تیم موتور سواران سرکوب این فرمانده میدان موتور سواران آخرین موتور سوار هست که داره میاد و اکثرا کسی که پشتش نشسته هیچ وسیله‌ای در دستش نیست به غیر از گاز اشکاور و شوکر که بتونه بلافاصله فرمانده رو از میدون فراری بده. در زمانی که در حال ایستادن هستن، در حال سکون هستن، اکثر مواقع و بیش از 90% فرمانده تیم موتور سواران در ردیف اول، در اواسط ردیف اول قرار میگیره تا دستور حرکت رو به تیم موتور سوارها بده. اگر براندازان بتونن درست و دقیق فرمانده میدانی تیم موتور سوارها رو بشناسن و اونو بزنن، کاملا تیم موتور سوارها خونسا میشه، به دلیل اینکه فرمانده تیم موتور سوارها تنها رابطه بین این تیم موتور سوار سرکوب دیکتاتور هست با فرماندهی که داره دستور صادر میکنه. بنابراین شما وقتی که بتونید اینا از کار بندازید، کل تیم موتور سوارها از کار افتاده. در رابطه با لباس شخصی ها، در این ویدیو شما میبینید این لندکروز کجا قرار گرفته و چجوری در کنار موتور سوارها در حال حرکت هست. اما در رابطه با لباس شخصی ها، لباس شخصی ها همیشه بودن و هستن، اما یک خصوصیت خاصی که اکثر اینها دارن، شرایطی که دارن، در حال حاضر شما میبینید همشون ریش و سیبیل ها رو میزنن و شما از چهره نمیتونید تشخیصشون بدید. اما چند تا چیز مهمه. کسانی که نیروهای سرکوب رو از زیر دست مردم نجات میدهند و بزنند، اینها نیروهای لباس شخصی امنیتی، چه اطلاعات ناجا، چه وزارت اطلاعات، چه اطلاعات سپاه، چه هر کوفت و زهرمار دیگه که فکرشو بکنید هستن، هیچ فرقی نداره. اینها وظیفه‌شون نجات جون نیروهای خودیشونه. یک، پس کسانی که نیروهای سرکوب از زیر مشت و لگد مردم دارن نجات میدن، خودش یک نیروی مزدور هست، بزنید، وانستید، نگاه کنید. موضوع دوم این که تمام لباس شخصی ها بدون استثنا تک بک دارن، یعنی یک کیفی دارن که به صورت اوری با یک بند هست که هم میتونه بلا فاصله پشتشون قرار بگیره و هم میتونن سریع بچرخونن بیارن جلو. در داخل این کیف هم سلاح کمری وجود داره، هم دوتا موبایل وجود داره، بیسیم وجود داره، گاز اشکاور، شوکر، همه چیز وجود داره. شما باید این افراد رو زمانی که در وسط جمعیت هستن شناسایی کنید و اول کیفش رو بازرسی کنید. احتمال داره یه بدبختی هم مریض باشه، مأمور نباشه، ولی همونجا کیفش رو باز کنید. اگر یک تسلیحات نظامی بود، شک نکنید که مأمور هست و بهش امان ندید و بهش رحم نکنید. لباس شخصی ها وظیفه ایجاد انحراف در مسیر تجمعات و تظاهرات و
فریب میدانی براندازان رو دارن، فریبشون رو نخوریم. وقتی فریاد میزنن از این کوچه های تنگ بروید، از معابر کوچک بروید، فریب نخورید و نروید. اونها شما رو دارن میبرن مستقیم به قتلگاه تا در اونجا شما رو قیچی کنن و شما رو محاصره کنن که گیر بیافتید. مراقب نیروهای لباس شخصی که وسط براندازان قرار میگیرن برای شناسایی، برای زدن، برای ایجاد انحراف باشید و بهشون رحم نکنید. باز هم نکات بعدی رو در ویدیوهای بعدی خدمت شما اعلام خواهیم کرد.